اعضای خانواده یک زن آمریکایی که از رهبران داعش بوده به شرح گذشته هولناک وی از جمله آزار جنسی و فیزیکی فرزندان خود پرداختند به گفته یک دادستان آلیسون فلوک اکرن دختر جوان را شست دختران جوان را شستشوی مغزی می داد و به آنها آدم کشی یاد می داد. این رهبر داعش به زودی به خاطر حمایت‌های خود از داعش محاکمه خواهد شد و حالا دادستان‌ها در حال بررسی اتهاماتی هستند که از سوی خانواده‌اش علیه او مطرح شده است. آلیسون فلوک اکرین در ماه جوان به اتهام تروریسم مجرم شناخته شد پس از آنکه خود به رهبری یک گردان تمام زنان از داعش در شهر رقه سوریه از آن کرد او تقریبا به صد زن و دختر از جمله دخترانی ده ساله یاد میداد از سلاح های اتوماتیک استفاده کنند و نارنجک و کمربند انتحاری منفجر کنند به گفته راج پارک وکیل پای که دادگستری آمریکا آلیسون فرزندان خود را هم به طور فیزیکی روانی عاطفی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار میداد این زن اهل کانزاس در سال 2008 به مصر رفت و سپس اواخر 2012 یا اوائل 2013 به همراه همسرش در سوریه ساکن شد. همسر او که از رهبران داعش بود، مسئولیت آموزش تکدیر را بر عهده داشت.